سرخط خبرها. وزیر دفاع طالبان: نهادهای بین‌المللی باید جلو ظلم و ستم پاکستان را بگیرند. منابع محلی: ملای مسجد در پلخمری کودکان دختر را به شدت لت و کوب کرد. 4 افغان پس از بازداشت در پاکستان کشته شدند. طالبان واکنش نشان داد. بالاخره رد پای نفر اول پیدا شد. مشروع خبرها. در ادامه واکنش ها به بازداشت و آزار اذیت پناهجویان اهل افغانستان در پاکستان، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور را تصمیم ناعادلانه خوانده است. مجاهد این اظهارات را روز پنجشنبه در مراسم فراغت 14 دوره دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل مطرح کرده است. سرپرست وزارت دفاع طالبان از نهادهای بین‌المللی خواست تا به گفته او جلو ظلم و ستم پاکستان را بگیرند. گفتنی است که پناهجویان افغانستان در پاکستان با خطر بازداشت و اخراج از آن کشور مواجه هستند. گفته می شود که در روزهای اخیر پلیس پاکستان حدود 1000 تن از شهروندان افغان را در آن کشور بازداشت کرده است. دولت پاکستان نیز اعلام کرده است که به پناهجویان و مهاجران غیر قانونی تا اول ماه نوامبر مهلت می دهد که این کشور را ترک کنند و پس از آن از سوی پلیس این کشور اخراج خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان گفته است که بازگشت اجباری به افغانستان می تواند پناهجویان را در معرض خطر جدی قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز تصمیم اخیر دولت آن کشور را غیر قانونی خوانده است. منابع محلی: ملای مسجد در پلخمری کودکان دختر را به شدت لت و کوب کرد. به گزارش منابع محلی، ملای مسجد در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کودکان دختر را به شدت لت و کوب کرده است. تصاویر قرار گرفته که نشان می‌دهد بدن دختران خودسال در اثر لت و کوب کبود شده است و آثار شکنجه دیده می‌شود. یک باشنده شهر پلخمری می‌گوید این ملای مسجد واقع در نایه اول شهر پلخمری روز چهارشنبه همه دختران خودسال را لت و کوب کرد. مادر یکی از دختران خودسال با ارسال این تصاویر گفت که مکاتب را برای دختران بستند، حالا دختران نمی توانند به مسجد هم بروند. 4 افغان پس از بازداشت در پاکستان کشته شدند. طالبان واکنش نشان داد. پاکستان به بهانه دست داشتن شهروندان افغانستان در حملات تروریستی اخیر به این کشور اخراج گروه مهاجران افغان را آغاز کرده است. سفارت طالبان در پاکستان تایید کرده است که در جریان عملیات پلیس پاکستان در کنار آزار و اذیت مهاجران، قتل‌های نامعلوم نیز صورت گرفته است. این سفارتخانه از 4 نفر به نام‌های فریدالله ولد غلام جیلانی، امان‌الله ولد تکرخان، ولی ولد شیر محمد و درویش ولد عتیق‌الله به عنوان مقتولان نام برده است. سفارت طالبان در اسلام آباد افزوده است که این افراد در ابتدا از طرف نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده و پس از چند وقت اجسادشان در شفاخانه ها و مکانهای دیگر پیدا شده است. اورشلیم پست: رهبر مقاومت افغانستان برای جنگیدن با طالبان خواستار کمک اسرائیل شده است. روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست سه شنبه گزارشی را درباره اظهارات احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک نشریه اسرائیلی نشر کرد. مسعود به گیدونکانس خبرنگار روزنامه مارف در پاریس گفته است که در جنگ با طالبان از کمک و حمایت هر کشور به شمول اسرائیل استقبال می‌کند. مارف یکی از روزنامه‌های قدیمی چاپ تل اویو به نقل از مسعود آورده است: ما به کمک هر جنایی به شمول اسرائیل که بخواهد از ما حمایت کند نیاز داریم. او افزود: ما باید در کنار هم برای ترقی بشریت در مواجهه با تاریکی، تروریسم و جهالت استاد شویم. رهبر جبهه مقاومت در این مصاحبه گفته است که تمام جنگ‌ها جمله در افغانستان و مناقشه میان اسرائیل و فلسطین از طریق گفتگو حل شوند، زیرا به زیان همه ما است. روزنامه معرف گزارش از سخنان رهبر جبهه مقاومت را در 3 اکتبر در وبسایت خود به زبان عبری نشر کرده است. گیدون کانز به افغانستان انترنشنال گفت که این اظهارات را در یک کنفرانس خبری در پاریس و صحبت‌های کوتاه با وی بعد از پایان این کنفرانس خبری در 10 میزان ابراز داشته است. با این حال علی میثم نظری یکی از سخنگویان جبهه مقاومت در واکنش به نشر این مصاحبه گفته است که احمد مسعود با این نشریه مصاحبه نکرده است. او گفت که اظهارات آقای مسعود در مورد استقبال از کمک اسرائیل واقعیت ندارد.
پذیرش حمایت اسرائیل از طرف جبهه مقاومت موضع‌گیری بی‌سابقه‌ای در میان رهبران سیاسی افغانستان است. در حال حاضر به دنبال آغاز روابط دیپلماتیک امارات با اسرائیل، رابطه سیاسی با این کشور در میان دولت‌های منطقه به موضوع مهم تبدیل شده است. مقامات سعودی و اسرائیلی نیز تایید کردند که بر سر چارچوب سرگیری روابط میان دو کشور کار میکنند، اما این رویداد مخالفت شدید جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته که به دنبال نابودی اسرائیل است. اسلام آباد 4 تروریست پاکستانی آموزشدیده در افغانستان را بازداشت کرد. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان مدعی شد بازداشت شدگان از فرماندهان مستقر در افغانستان دستور میگیرند. اداره مبارزه با تروریسم دولت پاکستان روز چهارشنبه از بازداشت 4 عضو تحریک طالبان پاکستان از جمله یک فرمانده این گروه در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان خبر داد. این اداره با انتشار لایحه اعلام کرد که این افراد در دو عملیات جداگانه در مناطق بونر و چدرال بازداشت شدند و اطلاعات به دست آمده از آنان نشان می‌دهد که در خاک افغانستان آموزش دیده و از آنجا دستور گرفتند. بر اساس این ادلایه بازداشت شدگان واجد علی، رحمان الدین، نجم الدین و ایاز خان نام دارند و به قتل‌های هدفمند و اخاذی‌های غیر قانونی متهمند. عمران شهید معاون بازرس کل اداره مبارزه با مواد مخدر پاکستان گفت که این افراد مأموریت داشتند افراد با نفوذ در مناطق ذکر شده را ترور کنند. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان ادعا کرد که این افراد شهروندان پاکستانند اما در افغانستان آموزش نظامی دیدند. در ادلایه آمده است هم از ستیزجیان اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و منطقه قبیله‌ای کرم آموزش دیدند. معاون بازرس کل اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گفت که در نتیجه تحقیقات مشخص شد این افراد با دست کم 10 گروه واتس ای پی داخل افغانستان در تماس بودند و از آنجا دستور می گرفتند. در ادلاع همچنین آمده است که 2 تن از بازداشتگان با یک مفتی افغان به اسم سجاد در داخل افغانستان از طریق تلگرام تماس داشتند. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان هفته گذشته نیز از بازداشت گروهی از تروریست‌ها در شهر لاهور خبر داد و گفت 2 نفر از اعضای این گروه شهروند افغانستان هستند. سرفراز بوکتی وزیر کشور دولت موقت پاکستان به تازگی اعلام کرده که عاملان 14 مورد از 24 مورد حمله تروریستی به پاکستان شهروندان افغانستانند. پاکستان اخیراً فشارها بر افغانستان برای مهار تحریک طالبان پاکستان را که ادعا می شود در خاک افغانستان فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان را برنامه‌ریزی می‌کنند تجدید کرده است. تصمیم اخراج گروه مهاجران افغان و نیز وضع محدودیت‌های شدید در مرز از جمله تلاش‌های پاکستان برای جلوگیری از نفوذ بیشتر تروریسم این کشور است. با اینکه دولت پاکستان در 2 سال گذشته پیوسته طالبان افغانستان را برای جلوگیری از فعالیت گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان تحت فشار قرار داده و از آنان خواسته است که از استفاده این گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان جلوگیری کنند، طالبان افغانستان هنوز در این باره اقدام خاص صورت ندادند.